با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همراهان عزیز و گرامی اسکای تو، بنده امیرحسین نساجی هستم و امروز در خدمت شما هستیم با دوره آموزش تایپ تخصصی هواپیمای MD که یکی از پرکاربردترین هواپیماهای مورد استفاده در کشور ما هستش، که MD-80-81 و 82 رو ما در صدد هوانوردی امروزه خودمون داریم. خب همونطور که میبینید این هواپیما در واقع MD-80 شرکت MD روتیت هستش که برای ایکس پلین ریلیس شده و توسط گروه هوانوردی اسکای تو هم به صورت ریباک شده و با ریپینت های ایرانی به صورت دیفالت در اختیار شما عزیزان قرار داده شده. پرفورمنس این هواپیما به تقریبا میشه گفت از هر نوع دیگه‌ای در ایکس پلین 11 بهتر هستش، مخصوصا نسبت به نوع دیفالتش، و اگر بخوایم از لحاظ تکسچرها نگاه کنیم میبینید که خب دوستان بسیار زحمت کشیدن روی تکسچر این هواپیما، و اگر ما زوم کنیم میبینید که میتونیم با کیفیت بالا و دیتیل بالا این هواپیما رو ببینیم. خب حالا بگذاریم از بحث شبیه سازی و بریم سراغ مباحث آموزش اینسترومنت ها. شما اگر روی کنترل کالم هم توی که میبینید موس رو که میبرید به صورت این دست که در میاد روش کلیک کنید، کنترل کالم محو میشه و شما میتونید اینسترومنتاتون رو واضح تر ببینید. خب همونطور که میدونید ما ایندیکیتور ایر اسپید رو داریم، ایندیکیتور پی اف دی یا پرایمری فلایت دیسپلی و ND که نویگیشن دیسپلی هستش، VSI ورتیکال اسپید ایندیکیتور و آلتیتیود ایندیکیتور، کرونومتر رو داریم و ADF. استندبای اتیتیود و خب بذارین اینجوری بگم که کلن این دوتا اینسترومنت های استندبای هستن برای وقتی که شما کلیه اینسترومنت های ناوریتون رو از دست دادید. روی این دوتا اینسترومنت همونطور که میبینید میتونید زاویه بنک، زاویه دماغتون نسبت به افق، سرعت، ارتفاع، فشار بارومتریک یا خب به هر حال فشار محیطی، همه اینها رو ببینید و انشالله که بتونید هواپیما رو هدایت کنید به سمت فرودگاه. خب در کنارتر ما اینسترومنت های انجین رو داریم که EPR Engine Pressure Ratio که در واقع تفاوت فشار بین ورودی و خروجی موتور هستش که بر اساس درصد به ما نشان داده میشه، دور انوان یا دور شفت اولیه موتور که داخل این هواپیما موتور JT80 استفاده شده، و همونطور که میبینید دور انوان بر اساس RPM و درصد RPM نشان داده میشه، EGT Exhaust Gas Temperature که دمای گاز خروجی هستش و با درجه سانتیگراد به ما نشون داده میشه، N2 یا دور چرخش دومین شفت موتور که اون هم بر اساس درصد RPM به ما نشون داده میشه. خب همونطور که میبینید در این قسمت فیول فلو یوز رو به ما نشون میده در داخل این دوتا باکس. من وقتی هواپیما رو استارت بزنم تمام این سیستم ها رو ما میبینیم و خب میتونید اینجا یونیت ها رو با پوش کردن تغییر بدید. به طور مثال میتونید از کیلوگرم پر آور تبدیلش کنید به کیلوگرم، یعنی کیلوگرم در ساعت فقط تبدیلش کنید به کیلوگرم. و خب اینجا هم که میبینید مانوال EPR پول هستش که حالا داخل این هواپیما اکتیو نیست، اما در هواپیماهای واقعی هم معمولا زیاد استفاده نمیشه، چرا که EPR که برای خود هواپیما تعریف شده توسط تیم مهندسی برای اون موتور انحصاراً و برای اون هواپیما تعریف شده. در بالاتر میبینیم که ما یک پنجره داریم برای EPR لیمیت ها که لیمیت رو بر اساس این پنلی که اینجا میبینید ما برای موتور تعیین میکنیم. خب
در این قسمت همونطور که میبینید رت رو داریم یا رم ایر توربان که دمای هوای اون رو به ما نشون میده، دمای فیول و فشار روغن، اویل پرشر، اویل تمپرچر که همونطور که میبینید دما بر اساس سانتیگراد و فشار بر اساس پی اس آی. خب همونطور که گفتیم دمای روغن و میزان روغن، پنل هیدرولیکه که فشارش و پرشرش رو بر اساس 100 پی اس آی به ما نشون میده و مقدارش رو یا کوانتیتیش رو، و در قسمت پایین میبینیم که فلاپ و اسلت رو به ما نشون میده که پوزیشن مختلف اسلت و زاویه های مختلف فلاپ رو برای ما ایندیکیت میکنه. پنل فیول رو داریم که همونطور که میدونید هواپیما سه تا فیول تانک داره، لفت مین فیول تانک، رایت مین فیول تانک و سنتر فیول تانک، که در نهایت توتال فیول رو هم به ما نشون میده و با تفریق وزن کلی هواپیما از وزن سوخت گروس ویت رو هم به ما میده. دستگیره چرخ ها یا لندینگ گیر لیورز هستش که شما با گراب کردنش به سمت بالا و یا پایین میتونید اونو ببرید. البته خب هواپیما الان روی زمین هستش و باید به سمت پایین باشه. خب عزیزان این قسمت رو که میبینید ما ای پی آر موتور رو براش تعریف میکنیم. به طور مثال تی او یعنی تیک آف، تی او اف ال اکس یعنی تیک آف بر اساس فلکس که فلکس رو جلوتر توضیح میدیم. جی ای گو اراوند، ام سی تی ماخ تریم، سی ال کلایم و سی آر کروز هستش که شما با تعیین این 6 مود برای موتور به هواپیما بهترین پرفورمنس پروازی رو میدید. و آخرین پنلی که ما در این قسمت داریم و توضیحش ندادیم پنلی هست که ترو ایر اسپید رو به ما نشون میده. البته الان به خاطر اینکه هواپیما خاموشه این 130 رو داره نشون میده، ماخ داره چیز نزدیک 15 صدم ماخ رو به ما نشون میده، و SAT یا Static Air Temperature یعنی دمای هوای استاتیک هم مثبت 15 درجه سانتیگراد هستش. در این قسمت هم همونطوری که میبینید ما لیورها یا اهرم‌های رو برای انجین فایر داریم که در واقع میشه گفت یک چیزی شبیه به کپسول آتش نشانی در داخل موتور هواپیما تعبیه شده برای زمانی که اگر موتور دچار آتش یا انجین فایر شد خلبان میتونه با گرفتن کشیدن، حالا من بعید میدونم که بتونیم کاری رو انجام میبینید، و چرخوندنش باعث میشه که اون فایر اکستینگویشر ها یا کپسول های آتش نشانی در داخل موتور دیسچارج بشن و هواپیما دو تا از این فایر باتل ها داره که شما میتونید در هر موتور یه دونه رو خاموش کنید و یا در هر دوتا رو داخل یک موتور استفاده کنید. خب عزیزان برای روشن کردن PFD و ND و VSI همونطوری که میبینید ما اینجا یک پنل کوچیک داریم که روش دوتا ناب تهیه شده و البته سه تا ناب که دوتاش مربوط به ایندیکیتور ها هستن برای روشناییشون و خب یکی دیگه که دیسیژن هایت رو برای ما تنظیم میکنه. خب فقط کافیه موس رو روش نگه دارید به سمت، حالا کلیک کنید به سمت راست بیارید یا با غلطک وسط موس میتونید نور رو زیاد کنید. حالا من نورش رو میذارم رو حالت آخرش که باتری رو که ما وارد مدار کردیم همه اینا روشن بشه. خب بریم سراغ این قسمت. در این قسمت یک پنل قرار گرفته برای روشنایی داخل کاکپیت که میبینید نوشته فلور LTS که میشه فلور لایتس. سه تا مود داره، برایت، دیم، آف، حالت آف که خاموشه، دیم یک حالت نور کم قرار داره و برایت که نورانی تری حالت ممکن است.
استاتیک ایر رو میبینیم که روی آلت نورمال و آلترنیت هستش، که ما اینو زمانی فقط روی آلترنیت میذاریم که یکی از موتورهای ما از مدار خارج شده باشه و ما نیاز داشته باشیم که هوای استاتیک مستقیما به اینسترومنت های ما برسه و یا حتی به موتور. قسمت پایینی سه تا ناب قرار داره که این سه تا ناب پنل لایت ها هستند، که خب ببینید ناب اول برای پنل ها هستش، لایت دوم، ناب دوم برای لایت های دیجیتال هستش، همونطور که مثلا نوشته های وسط تمامی این باکس ها که به سمت راست میکشیم، و فلوت هستش که خب به هر حال داخل خود کاکپیت. ویل استرینگ هواپیما است که خب پارکینگ بریک آن و آف میشه و با چرخوندن این میتونید نوز ویل استرینگ رو داشته باشید، و این پنل هم در واقع برای اندی طراحی شده. شما میتونید از این قسمت مود اندی رو تغییر بدید، از این قسمت میتونید روی حالت حالا ADF و اگر که میخواید پروازه VR به VR داشته باشید از این حتما باید استفاده کنید. همونطور که میبینید اینجا هم برای ما عکسش رو کشیده و خب به هر حال شما خودتون میدونید که برای پروازهایی که بخوایم به صورت ناوبری VR به VR باشه ما لازم داریم که فرکانس ها رو ست کنیم، DME ها رو حتما حواسمون باشه و بتونیم یه پروازه مستقیم و بدون گم شدن در واقع انجام بدیم اگر که ATC نداشته باشیم. برای همین شما میتونید ADF 1 و 2 رو از طریق این ناب کنترل کنید. به طور مثال مثلا فرکانس شماره 1 رو به طور مثال نقطه شماره X ببندید، فرکانس شماره 2 رو نقطه Y ببندید، بعد زمانی که به X به waypoint X تون رسیدید این رو چینج میکنید روی حالت 2 و بعد در این اینسترومنت شما میتونید ببینید الان نگاه کنید یک خط چین هستش و یک بزرگترش، یک حالت وکتور یا فلش بزرگترش، که این دوتا از هم مجزا هستن و میتونن دوتا نقطه رادیه رو به شما نشون بدن. خب و سومین ناب هستش که رنج رو برای ما تغییر میده از 10 تا 320 و 4 تا پوش باتم داریم که برای ما مشخصات دیتیل های نشون داده شده روی اندی رو تعیین میکنن. وی پوینت، دیتا، ایرپورت و نیت ها هستن که یکی یکی بعد از اینی که هواپیما رو استارت زدیم با هم بررسیشون.